امروز اولین سال از ماموریت طالبان بر کار زنان در سازمان‌ها و ادارات محلی، بین‌المللی و غیر حکومتی در افغانستان است. اکنون برای بررسی تأثیرات منفی این ماموریت بر کار زنان در افغانستان با آقای آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل اقتصادی صحبت می‌کنیم که از آلمان در برنامه با ما هستند. جناب حافظی صاحب سلام، روزتان بخیر. به نظر شما علاوه بر تأثیرات اقتصادی که ماموریت بر کار زنان طی یک سال گذشته در افغانستان داشته، چه تأثیرات دیگری بر جامعه و خانواده رونما کرده و این تمرکز اقتصادی به نظر شما در چه ابعادی بوده؟ محروم شدن یک نفر از کار خودش یک فاجعه است. یک خانواده رو متضرر میکنه و در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها رو صدمه میزنه. این که نصف نفوس جامعه که زنان افغانستان هستن از کار و از تحصیل محروم شوند، این یک صدمه بسیار بزرگ به اقتصاد ملی افغانستان و هر کشور دیگه که واقع شده وارد میکنه. خب در پیش از حکومت طالبان، پیش از دو سال قبل، زنان در چه جایگاه میتونیم بگم تولید اقتصادی و یا کمک به اقتصاد افغانستان داشتن؟ تولید خواهل هم بخش عمده تولید باغداری و سردرختی و مالداری که مثلا محصولات حیوانی است و همچنان صنایع دستی به دست خانم ها است. هنوز در خانه خودی قالین می بافند، گلم می بافند و پشم می ریسند و همچنان مواد لبنی را پروسس می کنند، قیماق درست می کنند، شیر درست می کنند و ماست و انواع مختلف لبنیات ها. و همچنان میوه سردرختی را می چینند. در گذشته اینا در نقش رهبری داشتند، یعنی شرکت هایی داشتند که واردات صادرات می کردند، حتی مارکت های مخصوص داشتن که در اونجا جنس های خود را میفروختن و نقش سیاسی داشتن، 27% در پارلمان حضور داشتن و در ادارات دولتی تا سطح معین و وزیر ایفای وظیفه میکردن. در اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم ما 4 نفر در 21 نفر از هیئت مدیره خانم ها بودن. در کمیته اجرایی یکی از معاونای ما یکی از خانم بود در ریاست عمومی اتاق. ولی البته در نقش رهبری زنا کاهش یافته، نقش عادی از یا وعیز کارگر نه تنها کم نشده بلکه زیاد شده و حتی زنان کارمند هم حال به بانوهای خانه تبدیل شدن و کار خانه انجام. به نظر شما با این مسئولیت که اقتصادی که زنان داشته، دلیل دوام ممنوعیت طالبا بر اشتغال زنا چی هست؟ در حالی که همونطور که شما گفتین کمک بزرگی به اقتصاد افغانستان بوده، از یک سو ما میبینیم که حاکمیت طالبان با یک بحران اقتصادی در کنار بحران بشری مواجه است، اما چرا طالبان این ممنوعیت رو دوام میدن بر کار زنا؟ البته این سوال به ما راجع میشه که چرا این کار ما میکنن، شاید دلایل شریع برش پیش خود داشته باشن، اما به هر صورت از لحاظ اقتصادی محروم شدن یک نفر از کار خودش یک فاجعه است و نباید یک واقعی شود، چی رسه به اینکه نصف نفوس جامعه رسما از تحصیل و از کار محروم شود. به نظر شما حال فعلا در افغانستان زمینه هایی را که زنها کار میکنند به عنوان عاید اقتصادی، شما هم بهش اشاره کردن، مثل تولید یا بافت یا کارهایی که در خانه معمولا انجام میتن، فکر میکنین به قدر کافی میتونه به کمک به اقتصاد خانواده ها و به خود زنها کمک بکنن؟ بدونم که در اقتصاد یکی کار ساده است، کار ساده همون کاری است که ضرورت به تحصیل و تخصص نداره و رو هر کس انجام دادن میتونه و کار بورنج کاری است که نیازمند تحصیل و سطح بالای سواد مسلکی است و خانمایی که از کار محروم شدن اکثرا کسایی هستند که تحصیلات عالی دارن و اینا باید فرصت برشان میسر شود که به وطن خود خدمت کنند و در پالی به خانواده خود خدمت کنند. نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف در رفع این ممنوعیت طالبا فکر میکنن در این 2 سال گذشته، مخصوصا 1 سال گذشته که ممنوعیت وضع شده، چقدر تلاش کردن و چرا هنوز این تلاش های جامعه جهانی مؤثر نبوده به نظر شما؟ یکی از دلایلی که حکومت موجود افغانستان و دنیا به رسمیت نمیشناسم، از دید از واقع تبعیض نسبت به حق کار و حق تحصیل خانم هاست و این نه تنها یک مانع داخلی ماست بلکه یک مانع در مناسبات بین المللی حکومت موجود هم است و یکی از خواسته ها و تقاضاهای مردم افغانستان و تقاضای جامعه بین المللی همین است که
حقوق شهروندان چی زن و چی مرد به اندازه مساوی باید مد نظر باشه و هر انسان در وطن خود احساس مسئولیت و احساس آزادی و احساس حق و عدالت بکنه. ممنون از شما آقای آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از آلمان طرح دیدگاه خود مطرح کردن و در مورد تاثیرات منفی اقتصادی ممنوعیت کار زنان در حکومت طالبان صحبت کردن. تشکر از شما.